خدا ضمن عرض سلام به استاد بابا چاهی عزیز و دیگر بزرگواران حاضر در این نشست مجازی و شما دست‌اندرکاران این برنامه، باید عرض کنم که آقای بابا چاهی هم عصر، هم زبان و هم استانی و به نوعی همشهری ماست و ما در این دو دهه اخیر با اندیشه ایشان همسایگی کرد. مهمتر از همه این که با همه تأثیرات این دو دهه که در متفاوت اندیشی ایشان حس کردیم، من در جایی درس خوندم، در محیطی آموزش دیدم که آقای استاد باباچایی مدرس و معلم اونجا بودند و این یه حس خوشایندی به من میدهد و من مکرر این چهره را میدیدم و حتی در شب شعرهایی که یکی دو مورد یادم میاد شرکت میکردم و از همان موقع این تأثیر ادبی بر من نمایان شده بود. و دیگه از طرفی حضور خود باباچاهی در این نکوداشت جان ما را شیرین می کند و من بسیار سپاسگزارم از کسانی که این برنامه رو ترتیب دادند و این برنامه رو تدارک دیدند. استاد باباچاهی هم عصر ماست، به نوعی هم عصر ما نیست، فراتر از هم عصر ماست و باید اندیشه ایشان سر به مهر باقی بماند و در واقع هم عصر آیندگان هست. اندیشه ایشان به آیندگان باید برسد، ایشان برای آیندگان سر به مهر باید باقی بمانند و این برنامه دقیقا این کار رو انجام میدهد. نگاه بکنیم به گذشته تاریخ ادب فارسی ایران، بزرگانی چون رودکی، فردوسی و دیگران تا این قرنی که به دست ما رسیده، ببینید با شک و تردید به دست ما رسیده و مثل الان ثبت و ضبط نشده است. مثلا میگوین رودکی 100 دفتر شعری داشته، ولی خب چقدر باقی مونده؟ امروز این برنامه که خیلی هم کم هزینه است و مرزها رو در مینوردن، باعث میشه که آقای باباچایی با اندیشه ایشان به آیندگان برسد و جاودان بماند و من باید از دست‌اندرکاران این برنامه تشکر کنم و بگویم حق بریخ این آب را در جویتان، آفرین بر دست و بر بازویتان. با آرزوی سلامتی برای همه، به ویژه استاد علی باباچایی.